هلو توزمن، سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. خیلی خیلی همگی خوش اومدین. کوتاه صبر میکنیم تا دوستم ژاکلین هم بیاد. ژاکلین اگر هر وقت اومدی لطفاً یه دونه انفخاکه برای من بفرست روی این علامت، یعنی که چیزی بنویس که ببینم رسیدی که بعد. سلام، خوبی؟ خوشحالی. سلام ژاکلین جان، چطوری؟ خوبی؟ برای سلام موقع سلام احوال پرسی میذارم کامنت ها بمونم، بعد کامنت ها رو برمیدارم که صورتت معلوم بشه. خوبی؟ بعد دیگه سوال ها رو فقط میتونم. چه خبر؟ خوبی؟ قربونت بشم. بچه من کامنت ها رو میبندم که دیگه حواسمون به ژاکلین باشه و صحبت هاش. سوال هایی که برام نوشته بودین رو من چجوری میتونم ببندم؟ سوالایی که پرسیده بودین همه رو دارم. درستی؟ خوبم. تو خوبی؟ چطوری ژاکلین؟ خوبی؟ سلامت. من تا شیشونیم سر کار بودم. منم تا پنج و نیم تو یه ساعت تو تر بودم. ولی من یه ساعت و نیم تو یه ساعت تو راه بودم. این بده. این وعده. ژاکلین جانم مرسی که وقت میذاری برامون. در هر صورت توی وقت اوقات فراغتت خسته نباشی. اینقدر بسی هم ترسن گفتم بیام بگم نترسن. نمیدونم از چی نترسن. امتحان که من نمیدونم چرا خیلی تو طرف خوب داستان نشستی به همه شیش میگی بگو برو بشین سر جات دوباره بیام امتحان بدم. نمره ای که حقشون نمیدونم. ژاکلین عزیزم میخوای کوتاه خودتو معرفی کنی؟ من ژاکلینم، تقریبا 10 ساله فکر کنم آره که آلمانی درس میدم. خودم آلمانی خوندم، هم ایران هم آلمان. هم ایران درس میدادم، الان از 2017 است که آلمان درس میدم. از 2018 ممتحن تلکم. همه امتحانات تلک و همه اشتوفا رو میگیرم. یه سری ها خب کمتر طرفدار داره، یه سری ها بیشتر. فکر کنم اینجا خب خیلی اینجا نیست. اونایی که آلمان زندگی میکنن باید دتتت بدن، در واقع آتسفایب اینس بدن که اینجا خیلی طرفدار داره، و بعدش بتسفایب. و اونایی هم که میخوان برن دانشگاه سه اینس میدن. برای همین این تقریبا 3 تا امتحانیه که خیلی طرفدار داره. البته الان یه سری دوره جدید کار گذاشتن که امتحانای اونا هم میگیرن، بهش میگن دتبه دویچ تست پروفه، در واقع برای آتسفای به آینس. حالا اونم باز هر کدوم سطح های خودشو داره، ولی اینا بیشترین امتحانای مثلا آینس. آتسفای خیلی کمتر و برات فرستادم. مثلا ما 3-4 مدل فقط به آینس داریم، 3-4 مدل به آتسفای داریم، 3 مدل سه آینس داریم. ولی یه سری آره یه سری هاشون آره خیلی سخت، خیلی طرفدار داره و مثلا گرفته. بقیه هم اگه بخوان مثلا درخواست بشه همه رو امتحان میگیرن، ولی خب کمتر. ولی فکر کنم اونایی که چی؟ آره فکر کنم اونایی که حالا من نیمم تو بگویم میرم بتسوای بیشتر امتحان میدم که بیان آلمان. چون وقتی بخوام برن دانشگاه برها باید برن سه آینس بدن، ولی احتمالا بتسوای میدن که بیان آلمان. من الان کوتاه قبل از اینکه لایف رو شروع کنم یه دور سوالا رو نگاه کردم. واقعا بیشتر سوال از B2 بود، یکی دو نفرم C1 بود، یکی دو نفرم B2 بود، ولی بقیه بیشتر B2 بود. بعد بیشتری هر کی میگم خودم خواستم بگم سوال رو رفت. نه واقعا ما نمیدونیم مثلا چه سوالی میاد. همون اونو میفرستم بسته رو، ما هم که اصلا تحویل نمیگیریم. اون کسی که در واقع تو دفتر نشسته تحویل میگیره، ما روز امتحان میریم ما خودمونم شوکه میشیم که امتحان چیه. آره البته مثلا کسی که 4-5 بار امتحان رو بده تقریبا دستش آره تقریبا دست. چون حالا واقعیت اینه که اونقدی که سوال ندارم، مثلا حقن اینو برمیدارم با لزن اون یکی، یعنی کسی که 4-5 بار امتحان رو نویسه احتمالا امتحان رو قبول میشه دیگه. ولی پس نگران نباشید دوستان، 5 بار بنویسن بعد بشنم انجای تو بشنم، حتی ممتحن بشنم دیگه همه چیو بلدم.
بریم سراغ سوالا. من از بالا دونه دونه نگاه میکنم ببینم کدوم ها به درد، یعنی به درد آره کسی حالا نه از مثلا همه چیزای سوالا شاید کنم مهم به درد بخوره، ولی آره که تکراری نباشه. یا آره دقیقا. چند تا منبع خوب برای تمرین بیت‌های عوض در خانه با توجه به اینکه جدید هست داریم؟ کلا منبع، ببین منبع منبع الان چی هستش؟ میگم بهت که اسمشو در واقع درست بگم، یه سری کتاب هست که برای همه سطوح، من فقط دارم آمادگی امتحان میگه، چون یه سری کتاب داریم که مثلا کلمه و کاماتیک و این هست، ولی اگه فقط چیز در واقع برای امتحان میخوان الان میگم چه چیزی میخوام اسمشو درست بگم. دقیقا مال انتشارات لانگنشایت و کلت با همه و میت افورک توم، بعد همش چیزهای مختلف داره، مثلا آینز آتس فای پی آینز بیتس فای، هم کدومو که میخوام باید اون کتاب رو بگیرم، بعد هم یه دونه اوبونز بوخ داره یه دونه تست بوخ داره. او موگز بوخش بیشتر کلمه و باز حالا مثلا کراماتیک و ایناست دیگه، تست بوخش اولش فقط داره مدل رو میگه که چجوری باید امتحان رو کار کنم، بعد دوتا هم مدل تست داره که بزنن. چجوره؟ خیلی عالی. پس چی شد؟ اون کسی که انتشار داده که رو بعد اسمش هم میده افورک توم، آره بعد حالا شروفه های مختلفه چون رنگاش هم مختلفه که شروفه ها جدا میشه و هر کدوم دو تا کتاب داره، یعنی یه دونه اوبونگس بوخت داره یه دونه تست بوخت داره. باز هم کتاب های خیلی زیادی هست که مدل تست های مختلفه دیگه، حالا اگه هی میخوان مدل تست بزنن هر کدوم از انتشارات رو که بگیرن اینا خب در واقع یه چیزه، ولی مدل تست های مختلف میزنن که اگه یکی میخواد هی کار کنه مثلا اینا رو میتونم همه رو بخرم، ولی اصراری هم نیست که همه رو بخرم، مثلا اینو اگه بخرن و دیگه موقعی که آره کافیه، به خاطر اینکه موقعی کافیه. که مطمئنن که آمادن در واقع باید این تست رو بزنن، یعنی کاماتیک و همه چیزشون در اون سطح باشه، بعد دیگه فقط بدونن که خب چه جوریه. و توی یوتیوب هم خیلی ویدیوهای زیادی هست که اصلا میان تایلای مختلف امتحان رو میذارن یا کل امتحان رو مثلا میذارن همه رو ریز ریز آنالیز میکنن، اونم خیلی کمک میکنه اگه ویدیو نگاه کنن تو یوتیوب خیلی الان. خیلی عالی، متشکر. دقیقا این پس از من حالا میتونم عکساشو برات بفرستم اگه خواستی بعدا میتونی بذاری، حالا اون چیزایی مهمتره. آره دست درد نکنه. آره متشکر. خب الان برای بیدو موضوع امتحان برای بیتای بغوف موضوع امتحان بر موضوع نامه امتحان باید یه چیزی در واقع برای کار بنویسن. دقیقا مثلا برای دتبه مثلا میگم که اشتباه نگم، چون من دتبه خیلی کمتر میگیرم و بیشتر بتفای معمولی میگیرم، ولی موضوع کلی شد دیگه، حالا اینکه مثلا ریز بریز چه چیزی میاد، حتی برای اون هم کتاب هست، کتاب اونم مثلا خاکستری رنگه میتونن اونو نه برای کلا آمادگیش نه فقط برای نامه، ولی برای اون هم حتی هست که مثلا بگیرن. من یه دونه سوال چند بار پرسیده شده ولی من یه کلمه سوال رو نمیتونم بخونم. حالا من میگم همینجوری ببین
نمیتونی بفهمی من این کلمه چه، چرا انقدر ترک سمت ابطال، ابطال درسته، شدن آزمون پیش رفته، دلیلش واقعا یعنی چی؟ ابطال یعنی باطل، چی؟ ولی نمیفهمم یعنی سوالش متوجه نمیشم. برای خیلی اینو پرسیدن ابطال، ابطال ابطال، ابطال میشه ابطال مثلا باطل میشه، ولی نمیفهمم که منظورشون چیه. ببین اینجا من الان یه مثالی که باز کردم و خوندم، اولا نامه‌ای که می‌نویسن حال فرمل برای بتوای بهوف یعنی دتبه، و دو تا تما دارم مثل همیشه که باید انتخاب کنن. یکیش اینه که میخوان در واقع برای سر کار یه گوشی بگیرن که همیشه در دسترس باشن و باید راجع به اون نظرشون رو بنویسن، و یکی هم این که مثلا اگه همه سر کار یه یونیفرم بپوشن نظرشون مثلا راجع به این. حالا این فرد یه مثال بود، ولی دوتاش هم حال فامله، چون توی سر کار حالا بجز آدم با رئیسش، ولی بیشتر زبانی که نیاز داره با همکارا و اینا، چون توی موندش هم همین اتفاق میفته، توی مثلا پاوزه دارن حرف میزنن و زبانی که نیاز دارن در واقع بیشتر حال فامله. ولی آره برای بیتفای معمولی هم که مثل همیشه یا باید یه خواهشی بنویسن یا یه شکایتی بنویسن. و چیزی که خیلی میپرسن که این خیلی داستان مهمیه به نظر، میگن که ما 4 صفحه نوشتیم و صفر شدیم، و این 2-3 تا علت داره. یکی این که تما رو اشتباه متوجه شدن، اگه تما رو اشتباه متوجه بشن صفر میگیرن حتی اگه عالی نوشته باشن، یا مشخص باشه همه رو از اول تا آخر حفظ کردن، یا 3-4 نفر یه تکست رو بنویسن. اینا همه چیزهاییه که چون همه با هم سعی میشه، و این اتفاقیه که ما این اتفاق برامون افتاد. سعیانز ما تقلب 2 نفر رو گرفته بودیم و اونا رو از امتحان بیرون کردیم، 2 نفر دیگه هم خود ترک سعی نکرد امتحانشون رو. و اینو نه ایده جالبی نیست حفظ کردنم، چه بعد میگن چطور ما مثلا حفظ بکنم، ولی بیشتر سعی کنم مثلا قید میتر حفظ، نه اول نامه رو تا آخر همه رو یه جوری مصنوعی حفظ. بعضی خیلی مصنوعی حفظ میکنم و یه سری جمله رو اصرار دارن که همه جا بنویسن، و خب این امکان پذیر نیست. یکم حفظ بکنن اشکال نداره، ولی نه اول آخر. این حس به کسی که داره سعی میکنه نباید دست نمره نمیگیرن. گفتی یک دونه چیزه بشه، یه دونه بیت هست مثلا، اونم باز حال فرمل، اگه همسایت مثلا تو سر تو خونه نیستی مثلا برات پستی بگیره، یا میخوای بری مسافرت مثلا به گلدونه آب بده، یکی اینه. یکی همین که یا یه چیزی مثلا سفارش دادی اشتباه فرستادن یا کار نمیکنه، یا هتل رفتی مثلا با به میلت نبوده. اینا چیزایی که تو بتسفای میاد. و بعدیش اینه که برای امتحان بتسفای نیم ساعت برای نامه نوشتن وقت دارم، و این خیلی زمان کمیه، چون برای بیانس هم همینه، ولی برای بتسفای نیم ساعت واقعا یعنی حق دارن که حفظ میکنن میفهمن، ولی خیلی هم نباید اونجوری. یکم این مشکل از اینجا پیش میاد که حفظ میکنن که بتونن تو اون نیم ساعت بنویسن، ولی همون هم مشکل ساز میشه، چون اینا میفهمن خب این انگار همه رو حفظ کرده. درست. چجوری میشه حفظ؟ نه قید میتر رو میتونم یه چیزی رو مینه، همه مشکل از اونجا مثلا یه چیزی رو یه متنی رو حفظ میکنن، بعد مثلا اون راجب کافه ماشینه حفظ کردن، اونو ور میدارن یه چیز دیگه، ولی یه جوری خنده دار در بعد آخرش، به خاطر اینکه کل تکست رو حفظ کردن. ولی اگه قید میتل حفظ کنن، یا اول و آخر، یا حالا مثلا یه سری جمله های کاربردی، اون هیچ اشکالی نداره، چون ما مثال همین کتاب مثال نامه مثلا اونا رو نباید حفظ کنن، چون اون مشخصه دیگه تو اون نامه ها مثالایی که هست و همونجوری نباید حفظ کنن. اگه هم میخوان حفظ کنن باید عوضش کنن، یعنی یه جوری خودشون اون فرمولی کنن اونو حفظ بکنن. خیلی مرسی جاکلین. حالا یه سوال، این سوالم خیلی شده، چه برای میدونم که جواب تو چی خواهد بود، میپرسم بازم،
چه فرقی بین امتحان ترک و امتحانات دیگر مثل گوته هست؟ ببین آیا بهتر و بدتری بهتره؟ وجود نداره، هر کدوم راحت و سختی هم وجود نداره، همه تقریبا دارن یک ساعت از وقتی، یعنی یکی به آنس داره امتحان میده تو همه، مثلا او اس دی میده یا تلک میده یا گوته، فرقی نمیکنه، همش یکیه. ممکنه یه امتحانی مثلا فشار بیشتری رو دست و زبان بیاره، یه امتحانی مثلا، ولی یکیه، فرق نمیکنه و کسی که در واقع یاد گرفته براش فرقی نخواهد کرد. فقط کاری که میکنن از امتحان به امتحان نپرن، اگه میخوان تلک بدن از اول رو همون کار کنن، و اگه مثلا یه بار قبول نمیشن دوباره برن تلک بدن، نه نه اول تلک بدن بعد برن اوسته بدن بعد بیان مثلا برن یه چیز دی. این کار درستی نیست کلا، ولی فرق با هم واقعا نمیکنه از نظر حتی مثلا در واقع ارزشمند بودن یا گولتیش بودن و اینا، همه یکی. فقط اونایی که بیشتر مثلا میخوان برن اتریش معمولا میرن اوسته میدن، چون اوسته امتحان در واقع اتریشه و ما اینجا اوسته نمیگیریم، ولی اگه کسی مدرکش رو بیاره قبوله. Exactly. سوال بعدی، توی قسمت شنیدن و نوشتن همزمان امتحان B2 ترک، آیا باید همون کلماتی که ببین نوشتیم رو نه بنویسیم؟ صرفم، ولی اونجا دست و زبان خیلی مهمه، یعنی باید درست بنویسن چیزی که می نویسن. خیلی ها مثلا سر کوچکترین چیزی، حالا من مثلا یه مثال میزنم، مثلا میگه این مثلا این دی او اس ها، یکی بنویسه ناخ او اس ها، اونو اونجا از اون غلط میگیرن، چون میگن در حد بتفا یکی باید اینو بلد باشه، و شاید او اس ها رو نوشته درست هم نوشته، ولی میگن که یعنی اون هم سرعت عمل مهمه اونجا، هم اینکه حواست به همه چی هست، در واقع می نویسی و درست می نویسی، ولی نه لزوما هر چی که اونجا میگن اینا همون رو بنویسن، نه، ولی اطلاعاتی که مهمه خب باید بنویسن، این نمیشه یه چیز دیگه مثلا از خودشون بنویسن، در واقع باید اون مطلب اصلی نوشته بشه، و خیلی دست و زبان اونجا خیلی مهمه، چون اونو چک میکنن دست و زبانشون، یعنی نصف نیمه ننویسن. و من همیشه میگم اون یکم سخته که خوشخط هم بنویسن اگه اول دارن توی فراگ بوگن بنویسن، که بعدا بتونن تو آنفورت بوگن سریع بنویسن، درست بنویسن. خیلی اول مینویسن بعد حالا مثلا ثانیه های آخر مینویسن تو آنفورت بوگن، ولی یه جوری بنویسن که بتونن بخونن، و اون کسی هم که میخونه بفهمه که چی نوشتن. مرسی. سوال بعدی، آیا میشه هر سه اعتراض گذاشت؟ چون من تایل آیا میشه هر سه تایل رو اعتراض گذاشت؟ چون کلمه آره آخری آره توی هر فارسی سه تایل، هنوز یعنی منظورش نسته بجز جمله تمام. موندش بقیه تایل هاست، یعنی الان نوشته چون من تایل شرایبن رو به بهترین شکل ارائه دادم ولی نمره ای به من ندادن. آره میتونه صد درصد میخواد میتونه اعتراض بذاره، آیا میشه؟ اعتراض حالا بنویسه، ولی میگم اگه چیز اشتباه فهمیده باشه اونو هیچ کار نه، حالا نمیدونم نمره گرفته یا خیلی کم نمره گرفته، ولی میتونه اعتراض کنه، ولی معمولا کسایی که اعتراض میکنن نمرهشو میاد پایین به خاطر اینکه به یه آدم سختگیرتری میدن که اینو سعی کنه، و اگه واقعا حق با فکر کنم اگه خود تلک، حالا نمیدونم آلمان هستن یا نه، چون آلمان میشه رفت تلک و ورقه رو دید، ولی جای دیگه این امکان نیست فکر کنم، ولی اگه به اینجا کار برسه و واقعا نمره نداشته باشن و اینا، خب هیچ کاری نمیشه کرد، یا حتی شاید نمرهشون بیاد پایین تر، ولی خب اگه براشون مهم نیست. متوجه. ها این دوستمون مثلا دو تا باکس نوشته بود، من اول دومیه رو خدا نوشته، من امتحان B2 دادم، نهایتا نتیجه ای که برای من آمد نوشته شده قبول نشدید، در صورتی که مثلا قسمت شنیداری رو از 75 65 تموم شدین. پس سوال دیگه این که آیا میشه، ولی مثلا چون که سوالی وجود نداشت نفهمیدم، آره ولی گفتیم آره میشه پس هفتاد و پنج شکایت شست کرد. و پنج تقریبا تو هر تایلی میتونم 5-6 تا اشتباه داشته باشن،
اگه منظورشون 10 تا اشتباه 10 تا قبول نیست. تو هر تایلی بعد لیزر و حلقه رو با هم یه جوری با هم حساب میکنن و میتونه، ولی 5-6 تا میتونن اشتباه داشته باشن، ولی فکر کنم از 65 دیگه از 75 پایینه. یه سوال دیگه، آیا روال امتحان شفاهی تلک تغییر نه یعنی همه امتحان و منظورشونه؟ نه امتحان اضافه شده ولی تغییر نکرده. امتحان های دتبه اضافه شده، امتحان های بقوف اضافه شده ولی چیزی تغییر نکرده. سوال بعدی، اگر یک تایل پویفون رو قبول نه، اگر یک تایل پویفون رو قبول نشیم چقدر زمان داریم فقط بخش قبول نشده رو تکرار کنیم؟ تا یه سال میتونن اونو. همه اون چیزایی که اسکالیت مثلا دتسه تو اصلا نمیشه، دتسه تو کل امتحان رو باید قبول شن، یا یه امتحان داریم به آینس بیتسفای اونو کلا باید قبول شن، ولی به آینس بیتسفای و سه آینس معمولی رو یه سال میتونن نگه دارن. یکی از دوستان میپرسن قسمت شایبن B2 بیوغن انقدر سریع میگن که اصلا نمیتونیم چیزی بنویسیم، آیا این قسمت رو حذف میکنن؟ خیلی باید تو خونه پادکست گوش بدن. خیلی گوش باید، میگم هم گوش آماده باشه هم سرعت عمل نوشتن. یعنی واقعیت اینه که شاید خیلی هم امتحان زبان نباشه، یکم مغز و اینا هم درگیر کنه، 3-4 تا کار رو آدم باید همزمان انجام بده، هم گوش بده هم بتونه درست بنویسه، هم دست و زبانیناش هم چک بکنه که درست نوشته باشه. ولی متاسفانه یه تایل از امتحانه دیگه، و چون بیتسفای در واقع کسیه که سطحش بالاست، مثلا توی بی آینز اگه کسی کاماتیکم خیلی اشتباه داشته باشه، یا مثلا توی هوغنینا این آفگابه های این چنینی نیست، ولی کسی بیتسفای دیگه یه حساب دیگه ای در واقع روش میکنم و اون باید اون آمادگی رو داشته باشه. و امتحان بیتسفای یه جورای من همشه به بچه میگم شد خنددار باشه، از سه آینس هم تو سخت داره، امتحان بیتسفای امتحان سختیه واقعیت. یعنی اگه میتونن مثلا ادامه بدن برن سه آینس بدن حتی خیلی شد راحت تر باشه براشون. چه جالبه آره. بدن. آره مثلا نمیخوان حتما بدو بدن، یا این امکانو دارن که مثلا بخونن و برن در واقع ساینس بدن، خیلی کارشون راحت تر میشه. بدو یکم هم قلق داره هم امتحان سختیه نسبتا. یه سوال دیگه، اگر موقعی که داشتم پیام ها رو می... یعنی سوال ها رو میخوندم، اون پایین پایین ها یکی از دوستان سوال پرسیده بود که چیکار باید کرد که همون بار اول رفت بیدو رو قبول شد. ببین چیکار باید کرد که باید خیلی آماده، مثلا ورچاس توی بیدو خیلی مهمه، ورچاس بالایی باید، چون همه جا به درد میخوره، یعنی این توی حقوقم به درد میخوره، توی لازم به درد میخوره، موقعی که می نویسن، موقع نامه نوشتن، به هر حال یه فرقی باید بین اونایی که مثلا سطح به آینسان و به اتفایان باشه، و این بیشتر تو کراماتیک خودشو نشون نمیده، این بیشتر توی ورچاس نشون میده، چون کراماتیک تقریبا به آینس تموم شده، به اتفای حالا بیشتر اسماشو یاد میگیرن و یه سری حالا مثلا یه سری پسیوای پیچیده تر یاد میگیرن، ولی ما به اتفای خیلی کراماتیک نداریم، چیزی که زیاد کلمه هم. ساعت کلمه من دیدم یکی از بچه ها اومده بود میگفت مثلا ما توی آنس اینو میگیم، توی بتسفا اینو میگیم، اومده بودن بهش گفته بودن کی اینجوری توی آلمان حرف بزنه و مسخرش کرده بودن، شاید آره تو خیابون کسی اینجوری حرف نمیزنه، ولی توی امتحانی نمره حساب میشه و اینو متاسفه. بعد یه سن میگفتن نه ما اینجوری هم حرف نزدیم، امتحان رو قبول شدیم، خوش به حالتون. ولی واقعیت اینه که یکی از چیزهایی که یکی میتونه نمرش رو ببره بالا اون سطح واژگانیه که استفاده میکنه. حالا شاید هم واقعا تو خیابون نشنوه، شاید هم هیچ وقت تو عمرش استفاده نکنه، آره این هست. ولی شما داریم برای امتحان، یعنی اصلا امتحان دادن من همیشه میگم با آلمانی حرف زدن خیلی متفاوته، و کسی که برای اون امتحان میخواد بخونه هر چقدر به نظرش مسخره میاد ولی متاسفانه باید بخونه و آماده آره. بعد خود
خودش قلق داره جافین امتحان دادن، من فکر کنم خودش قلق داره، چون من کسایی رو دیدم که مثلا امتحانای خیلی سطح بالا رو قبول شدن، حرف بلد نیستن خوب بزنن، حتی بلد نیستن خیلی خوب بنویسن، نه انگار مثلا میشه میام آمادگی امتحان یکی فقط فوکوس کنه رو آمادگی امتحان قبول میشه، ولی اینکه حالا دیگه آلمانش در چه ساعتی هست حتما چیز نیست، ولی رو ورکشاپ سو الکی چیز دست کم نگیرم و فکر نکنن اینایی که میام میگن مثلا اینجوری میگیم به اینجوری میگیم به سوای اینجوری میگیم واقعا مثلا دارم مسخره بازی در میارم، اینی که میگن درسته، حتی اگه نمیشنویم این کلمات تو خیابون یا شاید خنده دار به نظر برسه. دقیقا، مرسی. که سوال دیگه، یکی از دوستان نوشتن اگر هوگن و لیزن رو توی امتحان در سطح A2 بگیریم و شپرکن و شخایبن رو به یک B1 بگیریم، نه اینا حتما دو تا تایل رو باید B1 بگیرن، بعد هوگن و لیزن با هم یه تایل حساب میشه توی امتحان، یعنی با هم نمره میدن، بعد میشه شخایبن و شپرشن. شپرشن رو حتما باید B1 بگیرن، یعنی شپرشن جا نداره آتفای بگیرن، ولی شخایبن یا لیزن و هوگن رو یک کدومش رو میتونن آتفای، یعنی اینا دو تا در واقع B1 میخوان، یه دونه آتفای که بتونن B1 بگیرن، اگه دو تا آتفای بگیرن میره رو آتفای. من موندش هم حتما، یعنی شپرشن باید B1 باشه، یعنی نگه تایلش خایبن و هوگن و لیزن و هر دوشو B1 بگیرن، ولی باز هم آتفای متاسم. حالا یکی از دوستان پرسید فرق بین B2 آلگماین و ما یه دونه B2 آلگماین داریم که نسبتاً امتحان راحت داریه، یه دونه B2 بغوف داریم که از قبل هم بود و برای اوناییه که در واقع اون دوره رو گذروندن که بیشتر ورکشاتی که استفاده میشه برای کار مثلا مدل امتحانش فرق میکنه، یعنی باید همون امتحان رو آماده بشن. یه دونه هم جدید داریم که اصلا کلا فرمت امتحان فرق میکنه، یعنی ما سه مدل در واقع B2 چیز داریم که آلگماین راحت ترینش اگه بخوان از نظر مثلا زبانی، ولی با هم فرمت امتحانا فرق میکنه و استفادهش هم فرق میکنه، مثلا هم میتونن به جای هم استفاده کنن، ولی خودشون باید ببینن که چی خوندن. اگه کسی مثلا کلاس معمولی آلگماین رفته، اگه بره امتحان به غوف یا بخواد دتپ بده خیلی براش سخت خواهد بود، چون اصلا با اون هیچ ایده ای نداره که امتحان چه جوریه. مرسی. سوال بعدی، لطفاً چند تا تیپ اگر بدین برای قسمت هافشتین هافشتین که فکر کنم فقط تایل آخرش مشکل سازه که باید بنویسن در واقع، چون بقیهش مثلا حالا آبته یا قشتیش و فالشه، قسمت آخرش رو تنها کاری که به نظر من میرسه که خوبه اینه که توی خونه ما خیلی پادکست داریم، پادکست های آلمانی که یه سری هم واقعا سطحشون C1 و تند هم حرف میزنن، اونا رو گوش بدن، اونا همشون هم تکست دارن معمولا، ولی تکستشو نخونن و سعی کنن بنویسن، حالا نه همه جمله ها رو، ولی تا اونجایی که میتونن باهاش یادداشت کنن و ببینن چقدرشو تقریبا چند درصدش تونستن بنویسن، این خیلی کمک میکنه. و کلن هر جا میرن تا اونجایی که میتونن پادکست گوش بدن، خیلی کمک میکنه. ما یه سری پادکست مخصوص آلمانی یاد گرفتن هم. و اونا خیلی کمک میکنن، ولی شنیدن رو فقط اینکه بشنوی و بتونی یادداشت کنی کمک میکنه، چیز دیگه ای خیلی به در واقع شنیداری کمک نمیکنه. و حالا همین سوال برش خواهبن خیلی ها، من یه مشکلی که با یه سری از آدم ها دارم میگم ما خودمون امتحانو میخونیم. اوکی، من قسمت لیزن و هوگن رو میتونم اینو قبول کنم،
ولی قسمت شایبن و شپرشن رو نمیتونم اینو قبول کنم، به خاطر اینکه شایبن یکی باید سکی اون نوشته رو صحیح میکنه و این خیلی مهمه. دقیقا. البته ژاکلین الان چت جی پی تی جان تشریف آوردن به خب الان اوکی من نمیدونم حالا البته اون چه جوری به چت جی پی تی میگه تو معلم زبان منی الان این مثلا خب اون الان ولی تا الان این امکان نبود یا با کی حرف بزنن، یعنی اکسپرشن هم همینه با کی میخوان حرف بزنن و این یک شاید خواهر ممکنه و تا الان این مشکل بود و من دقیقا اونایی که میمدن امتحان میدادن به خصوص سر سیانس اونایی که خیلی جست گریخته حرف میزدن یا مشخص بود یه جوری حفظ کردن، من میگفتم کجا آلمانی خوندی، میگفت ما خودمون آلمانی خوندیم و این کاملا نشون میداد کسی که خودش آلمانی خونده کسی که معلم داشته، شاید ترمای بالاتر نمیدونم کسی که مثلا بتوار خیلی عالی بوده حالا تئانس خودش بتونه بخونه، ولی ترمای پایین تر و یه چیزی آدم بنویسه هیچ کی سعی نکنه به نظرم نمیتونه. منم به نظرم آره، منم به نظرم قسمت هوگن و هوگن میگم قسمت شپرکن و شرایبن آره. باید سعی یعنی هی باید نوشت همون نامه، یعنی کسی که سعی میکنه من از یه جایی هم دیگه درستش رو نمی نویسم، فقط یه علامت هایی می زنم که کجا اشتباه خودشون در واقع میرم و اون یه نامه شاید 3-4 بار هی درست میشه تا آخرش به اون نامه ای که اون ساعتی که باید برسه میره، ولی اگه کسی نباشه که این کار رو بکنه خب اینا به اون سطح هم نمیرسه. حالا نمیدونم این کسی که سوال پرسیده تنها میخونه یا مثلا معلم داره، تنهایی برش خایبر خیلی سخته که آدم خودش بخواد، حالا میگم معلم هم نمیگیره اقلا باید اون قسمت رو یا بده یکی سعی کنه یه کنترلی روی اون قسمت باشه. بسیار شفی جانال یه سوال دیگه برای افرادی که فردا امتحان دارن یا اینکه یعنی یه کسایی که یه روز مونده به امتحان خواه. یه کسایی که یک ماه مونده به امتحان، اونی که یه روز مونده به امتحان بره قشنگ ریلکس کنه بخواه خوش بگرده آره چای نبات بخوره حتی یه هفته مونده به امتحانم هیچ کاری، من الان شاگردام هفته دیگه امتحان دارن، تازه الان امروز احساس میکنن استرس گرفتن و گفتم بچه دیگه الان استرس واقعا کمکی بهتون نمی کنه، بینید قشنگ ریلکس کنید یه هفته رو شمی دیگه امتحان بینید، ولی کسی که یه ماه وقت داره خب یه ماه خیلی زمان خوبیه که استفاده کنه، باید ببینه که اگه اولا حتما این تستا رو مدل تستا رو بزنن و برای خودشون زمان بگیرن و با زمان بزنن، خیلی خیلی عالی میزنن 5 دقیقه وقت کم میارن و اون 5 دقیقه توی امتحان خیلی مهمه، یعنی زمان بگیرن برای خودشون بزنن و ببینن کجای کارن، این خیلی مهمه که اونو بتونن مثلا در واقع ببینن که میتونن اون زمانو نگه دارن یا نه، و هر کسی هم میدونه نقطه ضعف خودش چیه، مثلا من دست و زبان بیشتر ایراد دارم، کلمه جدید یاد گرفتن خیلی منطقی نیست، ولی کلماتی که تا الان یاد گرفتم و میتونم برم دوباره دوره کنم، یا دست و زبانی که یاد گرفتم و دوره کنم، بیشتر حالت دوره یه چیز جدید یاد گرفتن لحظه آخر خیلی کمک کننده نمیتونه باشه به نظرم. و خیلی هم هی کتاب های مختلف هم مثلا یه کتاب دست و زبان خوب کلا میتونه یکی رو تا آخر کمک کنه، یعنی لازم نیست که مثلا 5 تا کتاب بگیرن، ما یه کتاب داریم کاماتیک اکتیف که یه دونه آنس تا به آنس داره بنفش رنگه و یه دونه بیتس وای تا سه آنس سبز رنگه، مثلا اون دوتا کتاب به نظرم مثلا کار رو جمع میکنه و یکی لازم نیست که مثلا چند تا کتاب، حالا من به عنوان معلم چند تا کتاب دارم و مثلا از جاهای مختلف است، ولی وقتی یکی میخواد خودش بخونه همون دو تا کتاب کافیه، لازم نیست که مثلا چون همونه دیگه دقیقا عوض نمیشه، یا یکی چیز متوجه میشه یا متوجه نمیشه، اگه متوجه نمیشه باید ببینه که مشکل کجاست که در واقع متوجه نمیشه. یه سوال خیلی اوکی، یکی که میگی سوالش سوال
نه واسه الان که خیلی خندیدم واسه چند تا سوال دیگه بخونم بعد رد گم کنیم. آره چون خیلی خندیدی آماده هم یه سواله. تعداد کلمات توی نامه ها باید 150 تا، ولی اولا کما و پونکت و اینا همه حسابه. بعدم این که اگه یکی 140 تا بنویسه، 130 تا بنویسه، ولی خیلی عالی بنویسه کسی باش کاری نداره. ولی اگه میخوان خیلی بد بنویسن 150 تا باید بنویسن. برای کار و آسپیردون کدوم مدرک بهتره بگیریم؟ 4 نوع امتحان از کدومش مناسبی به نظر شما؟ برای برای آزمون چه سطح بهتر؟ برای آسپیردون و کار میخوان زبان یاد بگیرن و میخوان بدارن کدوم مدرک بسته؟ بهتره که باید بگیرن قطعا، یعنی با بیانس آسپیردون خیلی چیز نیست، ولی فرق نمی کنه که کدوم بتسفای. میتونم بتسفای کار، بتسفای تلک به غوف بگیرن یا بتسفای دتبه بگیرن. خب شاید یه سری واژگان هم باشه بهشون کمک کنه، چون حالا درسته که مثلا به غوفه، ولی اونم باز آلگماینه، چون ما خیلی شغلای مختلفی داریم و مثلا اینا نمیرسن که همه شغلا رو در واقع کار کنن. یه سری شغلا هم مثلا خیلی میگن چرا ما برای پزشکا آلمانی، برای پزشکا داریم آلمانی برای مهندسا نداریم، به خاطر اینکه مهندسا اینقدر کلمه دارن که اصلا نمیشه آلمانی برای مهندسا معنی پیدا نمیکنه در واقع. ولی میتونن برن تو اون فیلد در واقع کاری رو بخونن، باز بیشتر بهشون کمک میکنه به آسپیلدون، کسی که میخواد آسپیلدون بگذرونه یا حالا بعدا کار بکنه. مرسی. میتونی حوصله داری ساختار کلی امتحان B2 به قوف رو آره، ولی باید نگاه کنم که خودم اشتباه نمیخواد، اینکه من اینقدر هفته های مختلف امتحان های مختلف میگیرم که اوکی. خب امتحان B2 به قوف لزنشون که 4 تا تایل داره و چهار تا تایل داره و 45 دقیقه برای لزنشون وقت دارن، که حالا لزن ها هم مختلفه، یه سری رو باید بفهمن. اون البته همه اینا در واقع کتاب های راه نماش هم هست، یعنی اونو اگه نگاه کنن میفهمن که موضوع چیه. توی چیز یه اتفاقی که توی دتبه میفته و یکم سخته، دو تا آفگابه با هم میکس میشه، یه بار لزن و شخایبنه، یه بار هوغن و شخایبنه. این اتفاقیه که تو تلکای معمولی نمیفته، که توی دتبه میفته در واقع، و این یکم کارو سخت میکنه. اولا چیزی که آنتفوتپوگنی که بهشون میدن یکم پیچیده، چون باید ورق بزنن، البته زیرش نوشته مثلا صفحه 4 نوشته بنویس صفحه 6 ادامه شو بنویسی، بعد میرن صفحه 6 میگه برگرد 3 بقیه‌شو بنویس. این یکم کارو سخت میکنه، ولی پیچیده نیست، فقط اینو که بدونن که انتفوتبوگنشو نگاه کنن حتما. بعد میرسن به اون تایل لزنوش هایبن که اونو براش 20 دقیقه وقت دارن، بعد میرن هوغن براش 20 دقیقه وقت دارن، بعد هوغن و شخایبن دارن که اون خیلی سخته، 5 دقیقه است و یهو شروع میکنه حرف زدن و اینا همه چی باید یادداشت کنن. مثلا یکی زنگ میزنه اطلاعات نصف است، اینا باید اطلاعات رو یادداشت کنن و معمولا اونجا به مشکل میخورن و نمیتونن همه رو در واقع بنویسن. بعد آخرش دوباره، یعنی شپاخ باوشتاین امتحانهای معمولی لزن و شپاخ باوشتاینش با همه، ولی توی دتبه اومده جدا کرده، شپاخ باشتاینش خایبنش رو با هم نوشته، اونم 35 دقیقه. ولی بهترین حالت اینه که حتما امتحان رو نگاه کنن، مدل سارسش رو که حتما نگاه کنن. انتفوت بوگنش هم خیلی مهمه، چون خیلی گیج میشن و نمیدونن کجا باید ادامهش رو بنویسن، ولی همه چیش هست، یعنی اگه توی اینترنت بزنن همون امتحان رو، انتفورت بوگن رو میاره، قشنگ صفحه هاشو ببینن که توی امتحان مشکل نداشته باشن. فقط میگم این دوتا چیزایی که اضافه کردن، مثلا هوغن و لزن، شخایبن و لزن، این چیزی که ما تو تلکای دیگه معمولی نداریم، یعنی این
تنها فرقشون اینه، اگه نه کلا فرمت امتحان همونه. بسیار عالی، مرسی. و یه سوال دیگه هم دیدم اینجا و نمیفهمم سوال منظورش چیه، میگم شاید تو متوجه بشی. نوشته لطفاً فرمت سوالی هر بخش رو درست و غلط هست یا چند حقوقاً توضیح بدید، مثلا مندلش گزینه ها چند گزینه. لطفاً فرمت سوالی هر بخش رو که چند که درست و غلط هست یا چند گزینه ای توضیح بدید، مثلا هیوگن یا اینکه مندلیش، همینطور راجع به فرمت. من سوالشو نفهم درست و غلطی چه چیزی رو نفهم، ولی بازم آره ملتی پیچرز آف بابه داره چی رو باید توضیح بدیم نفهم. فرمت امتحان و فرمت خودشون، همه امتحانا فرمت داره توی خوده، یعنی هر کدوم که بزنن توی اینترنت صفحه اول یا دومش فرمت کل امتحان رو نوشته، یه دورم کامل یعنی با انفورت بوگن و همه چی نوشته، اونو فرمتش رو ببینن اصلا. بعد توضیح داده که مثلا تو لزم باید چی کار کنن، دقیقا توی حقوقم باید چی کار کنن، یعنی اونو میتونن اصلا ببینن، به خاطر اینکه فرمتش خیلی متفاوته و من خودم باید برم بخونم. همیشه برای ما هم اکسترا میفرستن، یعنی ما اون روز که امتحان داریم اون فرمت امتحان رو میفرستن، به خاطر اینکه با هم متفاوته و خب ما حفظ نمی کنیم فرمت این و یاده میتونن فرمت همه شون هست، یعنی هر امتحانی و اسمش رو بزنن و هم هند بزنن هند بوخ مثلا تلک بتسفای میاره اون فرمت امتحان یا حالا به این سه این ترکی بچه که میخوان، چون منم اگه بگم میخوام از این رو بخونم، یعنی خیلی کار اکسترای انجام نمیدم. آره میتونم چون ما حفظ نمی کنیم چون خیلی زیاده امتحان. یک سوال دیگه پیداش دیگه نمی کنم. شفی جون، اگر روزی 8 ساعت درس بخونم، زبان بخونم، چه هست؟ سوالا که من خیلی بدم میاد. آدم ها با هم خیلی متفاوتم و واقعا نمیشه گفت که من نیمم، یکی هست که خیلی سریع یاد میگیره، یکی خیلی طول میکشه یاد به مدل یاد گرفتن. اینکه 8 ساعت حالا من اگر مثلا 6 ساعت و نیم در روز بخونم چقدر طول می‌کشه؟ آخه به دو فقط امتحان بگیریم یا بتونیم حرف به این دو تا داستان اگه یکی میخواد امتحان توی 7-8 ماه میشه امتحان داد، ولی اگه یکی میخواد حرف بزنه شروع کنه آلمانی حرف زدن حداقل به یک سال و نیم زمان نیاز داره و واقعا مسابقه هم به نظرم نیست. خیلی میگن که نه من توی 4 ماه هم آره. خودم خوندم، خودم هم یاد گرفتم، الان هم واقعا خوش به حالتون، شما نابغه است، ولی برای همین نیست این داستان. آره برای بیشتر یا این برای بیشتر افرادی دوری اصلا نمیفهم عجله برای چی کاری که من چرا مثلا هول هولی یه چیزی رو نصف نیمه یاد بگیرم. آخه اصلا نمیشه آره. واقعا زبان آلمانی آخه افباون میکنه تو اگه همون کاریه رو، ولی اینکه فقط به صرف اینکه یه مدرکی بگیرم که بگم من بتوان دارم، 7-8 ماه اگه یکی بخونه میتونه بگیره مدرکشون که به درد نمیخوره اون مدرک. آره من اینکه نیاز باشه حتما برای اومدن به آلمان نه، ولی خب اون وقت آره اینجا به درد به دانشگاه اونجا سر کار به مشکل میخوره، دانشگاه به مشکل میخوره. آره 100%. ولی اینکه آره ولی این اصلا سوال منطقی نیست که من دو سه تا سوال خیلی بدم میاد، کدوم کتاب خوبه، کدوم امتحان، کدوم کتاب، نه کدوم کتاب بهتره، نه اینکه خوبه، خب خوب همه جایی هست، کدوم کتاب بهتره. بعد یه سری آدم هم میاد و بعد یه سری آدم هم میاد نظر میدن، نظرهای کارشناسی اونا خیلی عالیه. نه من منشن خوندم اصلا استودیو دو فراموش کن، بعد اون یکی نمیگه نه من با استودیو دو. اینا مثلا کدوم کتاب بهتره، کدوم امتحان راحت تره، من کی آلمانی میتونم، اینا واقعا سوال های خیلی به نظرم ابستراکتی که اصلا جوابی براش وجود نداره. آره واقعا واقعا
کتاب هایش فرق برای فرق میکنه. یه سریش مثلا برای کشورهای خاص در نظر گرفته شدم، ولی اون قدی که مثلا بگی من چون با این کتاب یاد گرفتم آلمانیم خوب نیست و من نمیتونم قبول کنم. به معلم اگه یکی با معلم میخونه که خیلی به معلم ربط داره. ما متاسفانه کتاب خودخوان آلمانی نداریم، یعنی همه اون کتاب هایی که من میشناسم هیچ کدوم خودخوان نیست و تو همشون پارتنر آبایت یا کوپن آبایت داره. این خودش نشون میده که برای کلاس مثلا برای یه نفر هم طراحی نشده و هر کدوم چیزای خودشون دارن، ولی خوب و بدی وجود نداره چون همه دارن یه چیزا میگن. حالا مثلا یکی زودتر، یکی درس هفت داره یه چیزی رو میگه، یکی مثلا آره درس ده همونه میدونی گرامتر همه همونه، یکی مثلا میشه مثلا میاد کلمات بیشتر کلمات مثلا منوف میده، یکی میاد یه صفحه فقط دست و زبان مینویسه، یکی دست و زبان و وسط درس میگه، یکی میاد اکسترا مثلا. خب همونه دیگه، یعنی واقعا به نظرم کتاب اصلا مهم نیست. سوالمون تموم شد. باورم نمیشه سلامون تموم شد. آره من وسط ها شده یه چند خبه ریختم، یه خبه ریختم بیابروی نکنی اونجا. آره چون منم خیلی خسته بودم، اما میخوام یه سوال نپرسم از چیز تو بهش جواب بدم، چون واقعا میگه نه از صبح من سر کار بودم، من گفتم الان یه چیزی میپرسم. آخه مجبوریم به خاطر اینکه من که همش تو هم که سر کاری، منم اجباری آره. هم میخوایم آره. کمک کنیم، هم که مجبوریم این ساعت. آره من با قهوه اومدم، من قهوه رو خورده بودم. من کامنت ها رو باز میکنم جاکلین، شاید مثلا چند نفر همینجا هم بخوان چیزی بگم، یه آره. ده دقیقه دیگه بمونیم اگر وقت داری و بعد اینجاست. دوستان عزیز من کامنت ها رو باز کردم، اگر چیزی میخواییم بگیم میتونید الان بنویسید اینجا. دوست داشتید رفتین جون رفتین جون لطف میکنه جواب میده. من چیز کرده بودم، آیا من کامنت ها رو بسته بودم؟ هنوز کامنت می نوشتن می نوشت نه نمیدونم، من نمی دیدم. من الان الان چرا دیگه هم بودم پایین تر نمیشه داشتیم خفه می شد. الان خود رو حداقل برمی کندیم در حال از لایف میریم بیرون. نه شاگرد آنلاین هم میپذیریم، امتحان بهتر قدر موضوع داره برای، ولی موضوعاش اینجوری نیست که من بتونم بگم یه موضوع تقریبا شبیهه، ولی هر امتحان تا امتحان فرق میکنه. بهتر که خیلی کار راحت تره به خاطر اینکه تایل اول رو میشه حفظ کرد، همه هم خدا شکر آخری مسافرتی که رفتن رو توضیح میدم، ولی تایل اتفاقی یه تکست میاد که باید بخونین بگین، فایل سه هم باید با هم پلانینگ کنیم، ولی دقیقا چه موضوعی میاد و هیچکی نمیدونه. جاکی جون کوکتل با نوتلا بهتر یا با قیسی؟ آره خیلی مهمه، بستگی به روحیه و اون روز داره. ببخشید جریان باطل شدن آزمونا توی سنتر ترکیه و آلمان چی هست؟ من واقعا هم باطل، من نمیدونم اصلا باطل یعنی چی؟ نمیدونم اصلا نمیفهم باطل شدن امتحان یعنی چی، منظورش اصلا از باطل یعنی چی؟ یعنی دیگه ارزش نداره اون امتحان یا نمیفهمم سوال آزمون امتحان رفته رو این چیزه هم تم بخونم. اه کجا رفتی؟ بیداد بیداد من موندم و سوالای شما.
خب من سوالا رو جواب میدم. ساکی کجا رفتی؟ دیدیم چی شد؟ ساکی هستی هنوز؟ آیا؟ من به خدا هیچ سوالی راجع به تلک نمیتونم جواب بدم. سوال دیگری اگر بپرسید بنده در خدمتم. اومد خدا شکر. من اومدم سوالاش رو خدا رو شکر این کتیا زدم پرت شدم بیرون و یکی یه سوالی صفر چهار خط نوشته بود که من میخواستم اونو بخونم ولی نتونست چون الان من با تبلت هم اومدم که گوشیم زنگ نخوره برای همین اینجا خیلی کوچیکه. آره الان رفتن آره. همه الان جدیدا میان ولی خب بخونم برات. آره دارین نوشته من شنیدم که برگه های آزمون تلکس یک بخشیش رو درون خود مؤسسات تحصیل میکنن و فقط شایبن رو میفرستن. نه کلن برای شایبن یه بورتا وجود داره که میتونه توی مؤسسه باشه، یعنی کسی که اون لیسنس رو، چون ما لیسنس میگیریم برای اون کار، یه لیسنس برای موندیش میگیریم، یه لیسنس برای شایبن اکسا بهش میگن بورتا، یعنی یه پروفا میتونی باشی یا بورتا. کسی که این لیسنس رو داره میتونه سعی کنه، فرق نمیکنه که توی مؤسسه یا بیرون از مؤسسه، موندیش هم که خودمون نمره میدیم، ولی تایل هوغن و لزه میره تلک و همش آخر سال همه رو باز میفرستن تلک تلک کنه، یعنی ما نمره رد نمی کنیم. باطل شده اونو من شده اینجا آلمان همچین اتفاقی نیفته. من نمیم ترکیه چه مشکلی داشتم. میشه بفهمه که برای اقامت دائم امتحان تلک بدیم یا دتتت؟ امتحان تلک هم دتتت همون تلکه آتفای به آینس تل که اونو باید بدیم با در واقع قانون آلمان. جاکینی که از دوستان پروسه 3 هفته مونده به امتحان B2، بهتر رو دایره لغت کار کنم یا دایره لغت الان برای جمله سازی؟ البته جمله سازی خب اونقدر بلد هستن که دایره لغت. امیدوارم گرامر رو بلد باشید چون دایره لغاتتون جمله بسازید. اگر نه برید سوال امتحان چند ماه دیگه سراغ امتحان. یه سوال خوبی پرسیده بود الان یادم رفت. توریست میتونیم در آلمان امتحان تلک بدیم؟ به عنوان توریست امتحان تلک بدین آسفایز میخواد سر امتحان. نمیدونم با هایز پاس بیان امتحان بدن. فکر کنم اگه تاریخش بخوره آره، ولی باید زودتر ثبت نام کنین، یه ماه قبل امتحان ثبت نام میکنه. اگه یکی باشه ثبت نام کنه و هایز پاس رو قبول کنن میشه، چون اینا همه چیز داره آسفایز دارن وقتی میان امتحان میدن. پادکست به چیز میگم نوشتم پادکست برات مینویسم، میتونی بعد مثلا استوری کنی. فکر کنم آره متشکرم. آره مرسی. فقط یه دقیقه باشه آقای علیرضا کاویان. بله بنویسید که من چی کار کنم برای فیلم هم. مرسی بگو شکل بدم. سوالات امتحان تلک چند سالیه؟ با خیلی کم خستن تلک امتحان خسته یه برعکس تست آف. نه واقعا خستن، برای همین تغییر نمی کن. برای همین میام یکی 4-5 بار امتحان بده امتحان رو قبول میشه، به خاطر اینکه خستن. اگه خسته نبودن باران جون منم کلاس آنلاین برای مستر دانشگاه باید سی آینس بگیریم. برای ورود به دانشگاه تقریبا 99% میشه به مؤسسه خوب در مونیخ معرفی کنین. برلیتز اگه شعبه داشته باشه، برلیتز مؤسسه خوبیه. برای بالا رفتن دایره لغات یا باید مثلا شروع کنی یه چیزی بنویسین حالتی داستان تور، یا یه چیزی بنویسین و هر کلمه‌ای که
یادتون میاد راجع به اون، حالا میتونه فعل باشه، میتونه صفت باشه یا هر چیزی، اونا رو بنویسیم. بعد چیز دودن یه زونونوم فوتا بوخ آبی رنگ داره که اون خیلی کمک میکنه. وقتی یه کلمه رو میاد در واقع میگه که چه چیزهایی میشه جاش گذاشت، اونجوری آدم خیلی کلمه میتونه یاد بگیره. یکم جوری نه سوالای رو نمیشه، چون سوالا رو ما همیشه از بین میبریم و اگه سوالی بیرون اومده باشه در واقع غیر قانونیه، چون ما سوالا رو همه رو در واقع خیلی ریز میکنیم و از بین میبریم. کتاب برای لغت هم هست، چه من اسم همه رو برای سمانه می نویسم که اونا رو به کتاب ها رو بنویسه. دودن آبی زنونون با تا بخفه کنم شمارش رو الان می نویم که چه شماره ای. آقا واسه این کتاب ها را که ژاکلینم گفت بعدا برام میفرسته، بعدا میذارم برام تو جلد 8 آبی رنگ دوده میذارم توی استوری. میتخیدن هم خیلی کتاب خوبیه، میتخیدن برای سطح C1، حتی اونی که بتفای میخواد، بتفای ولی میخواد کلمه زیاد یاد بگیره، میتخیدن خیلی کتاب خوبیه. مونیزشا هم خون، بچه خودشون کتاب های خوبی می نویسن. یکی نوشته ترک معتبر نیست، من دیدم که قابل خریدن قبولی، یه سری مؤسسه هستن که دیگه اونا هم همه امتحانا رو می فروشن دیگه، اونو نمیشه کاریش کرد. من هم شنیدم که امتحان به فروش میره، ولی فرقی نمیکنه اگه یکی بخواد سوالی برسونه یا جواب، چون موقعی که امتحان تموم میشه فرقی نمیکنه چه امتحانی، تا 2-3 روز بعد اون کاغذا توی مؤسسه میمونه و به خصوص تلت، تلت با مداد نوشته میشه، اگه یکی بخواد یه کاری بکنه میتونه بکنه. پرسیدم من آلمان هستم و فولکسهوشوله میرم، آیا برای اقامت دائم همونجا امتحان ترک به یک بدم قابل قبول هست؟ اصلا دیتا ست هم میتونم، دیتا ست از به یک هم آسون تره، دیتا ست آتس فای به آینس میتونم بدم. سوال دیگری دارم میخوام. فرق با سایانس معمولی داره، فرق از نظر فرمت امتحان داره، به اعتبارش نه، اعتبار هر دوشون، اعتبار همه امتحان ها یکیه، فقط فرمت هاشون با هم فرق میکنه و سوال هاشون در واقع فرق میکنه. اونی که برای کار بیشتر سوال ها و ورچاتی هم که داره خب راجع به کاره، اونی که معمولیه نداره. امتحان بتفای از سه این سخت تر بده، تتت رو معرفی میکنم. الان دیگه امتحان دتتت با تلت نیست و الان گاست گلن امتحان دتتت رو میگیره. بله برای پزشکا امتحان فاخش پاخ هم برگزار میشه. بریم فقط سوال آقای علی زاد خواهم علی زاد را جواب میشه بدی، ریال شول ابشلوس ویرد میت بی اینز او را بیت نه ربطی نه، اون چیز نمیتونن اونو باید داشته باشن، ابشلوس مدرسه ربطی به زبان نداره، این هر کدوم فقط مدرک زبانه، ربطی به ابشلوس مدرسه نداره.
من فکر کنم منظورشون اینه که وقتی که تو برای اسکول ابشلوس میگیری، چون مثلا تو وقتی ابیتور میگیری تو آلمان فکر کنم یکیه با 3-2 یا حتی متشپاخه، مثلا وقتی خواست آلمانی اوکی. بگیرم مثلا برای چیز اونو نمیدونم، من فکرم منظورشون که اوکی اونو نمیدونم، اونو باید بپرسن. حالا آیا مثلا این تراینت هوکشوله یک مقداری نسبت به تراینت معمولی سختره، ولی سختر تو اون چیز که کلماتش بیشتر برای دانشگاه این است و کسی که شاید دانشگاه نرفته باشه مثلا ندونه کلازوا چیه، اون مثلا به مشکل بیشتر راجع به دانشگاه است کلماتش. سئانس رو آنلاین میتونین بخونین، ولی باید برین امتحان بدین مدرکش هم همه جا. بنویسیم شما سوالتون نه یعنی سوالتون دیگه خیلی رفته بالا، اگر میشه سریع یه سری پرسیه ها همه سوال میپرسن اگه وقت داشته باشه. دقیقا من به هیچی دست نمیزنم. آره چون ما خسته همین هست، فردا امتحان برنس دارین که هیچ ریلکس کنیم. سوشوره امتحان دتتست هم برگزار میکنه؟ بله برگزار میکنه. آره آره بگه بریم باید دیگه خدافزی کن بقیه سوال ها رو هم حالا فکر کن تا قسمت زیادی رو تونستیم تو مهمترین چیزها رو جواب دادی، چون مهمترین سوالا رو توی اون باکس پرسیده شده بود. آره بریم من یه سری بعدا کتاب و اینا میفاله تا فردا پس فردا و دست درد نکنه ژاکی، واقعا خیلی من ببخشید من نمیبینم، اگه میبینی بگو به من. برای تو تا فردا اینجا نشستیم. سیمین جون میپرسن منبع برای روغن و لیزر همه رو میفرستم برای تو. تو همه رو آره منبع رو همه اونو پاکتر اینا رو میفرستم همه. شافین جونم خیلی 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 ممنونم ازت که بازم وقت گذاشتی برامون و این همه اومدی جواب مرسی از تو. شب خوبی داشته باشی، فکر کنم الان میخواد این عزیزم. آره من الان واقعا در حال بیهوشی قرار میخوام برم کلاپاس که از دوستام اتاق موسیقی گذاشته، خیلی خوبه کارش، سپند خدای من همش دارم کلا تبلیغش اینجا میکنم چون خیلی خوبه. آره بعد الان میخوام برم اونجا خود موسیقی گوش کنم و خود چیلن کنم و استراحت کنم. اصلا خیلی خیلی, خیلی ممنونم از این که من براش بعد میفرستم حالا توی متشکرم امروز ولی دست روزه آینده بازم خیلی خیلی ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی واقعا جا. فدات شم. خدا نگهدارتون.